ابتدا در رابطه با دانشجویان بازداشتی لطفا صحبت بکنیم. میبینیم که بسیاری از خانواده‌ها اطلاعی ندارن از وضعیت عزیزانشون که در زندان هستن. چرا حاکمیت چنین شیوه‌ای رو الان انتخاب کرده و داره با دانشجویان اینطور رفتار میکنه؟ این روشی که حاکمیت جمهوری اسلامی با دانشجویان داشته سابقه طولانی داره. از سال 88 من یادم هست وقتی من رو هم بازداشت کردن، تحت فشار بودن خانوادم و اطلاعی از وضعیت من نداشتن. تا مدت‌ها پدر مادرم نمی‌دونستن که من رو در کدوم زندان نگهداری می‌کنن. دادستان میگفت در زندان اوین هست، حتی مرخصی، حتی ملاقاتی برای من مینوشت. وقتی پدرم مراجعه می‌کرد به زندان میگفتن ما همچین زندانی در اینجا نداریم. به هر زندان دیگه هم مراجعه میکرد همین وضعیت بود. این باعث در واقع فشار بر زندانی و فشار مضاعف بر خانواده ها هست. خانواده ها باید اطلاع رسانی بکنن، نباید بذارن در بیخبری دانشجویان در زندان بمونن و حکومت هر کاری که دلش میخواد با اونها انجام بده. روش های غیر بشری هستش که حکومت داره اعمال میکنه. اینکه حداقل خانواده اون دانشجو اطلاع داشته باشن که این دانشجویی که بازداشت شده توسط چه نهادی بازداشت شده، در کدام زندان نگهداری میشه و اساساً به چه اتهامی در زندان مونده، این جزء حق اولیه هر زندانی هست. یک روز بعد از اینکه کسی رو بازداشت میکنن اون رو باید ببرن به دادسرا، دادستان باید اون رو ببینه و باید بنویسه که مثلا 10 روز بازداشت هست این دانشجو یا این متهم و اتهامش رو هم قید بکنه. ما یه همچین چیزی رو در این اعتراضات نداریم و به طور خیلی تأسف‌باری داره به طرز گسترده‌ای در همه جای کشور این اعمال میشه. در تهران و تبریز و شیراز و اصفهان این روند رو حکومت در پیش گرفته و تلاش میکنه که با ترسوندن خانواده‌ها و اعمال هرچی بیشتر فشار دانشجویان رو ساکت نگه داره، که متاسفانه این روش جز ضربه روحی زدن به دانشجویان و اینکه خانواده ها رو تحت فشار میذارن هیچ چیزی، هیچ برآیندی نداره و دانشجویان دیگه هم در دانشگاه ها اعتراضات رو ادامه دادن، نشون دادن که سازش نمی کنن با حکومتی که دوستانشون رو، هموطنانشون رو در خیابان و در دانشگاه به گلوله بسته و کشته، از حق حیات محروم کرده و تلاش میکنه با شیوه های غیر بشری، با محاکمه های نمایشی اونها رو به اعدام محکوم کنه و حکومت داره یک سرکوب کوری رو انجام میده بدون هدف. همونطور که در این بیش از 80 روزی که اعتراضات در جریان بوده و این انقلاب شکل گرفته، حکومت نتونسته دانشجویان رو باز داره، با انواع ترفندها ممنوع ورود کردن، اخراج کردن، تعلیق کردن، بازداشت کردن، کشتن دانشجویان رو. باز هم می‌بینیم که در دانشگاه‌های مختلف این اعتراضات با پیوستن اساتید ادامه دار شده و حکومت ترفندش به نتیجه نرسیده و نخواهد رسید. متشکرم از توضیحات شما. مجتبی هاشمی، تحلیلگر علوم سیاسی و روابط بین الملل از آنکارا.